سلام سلام من کوروش هستم به انگلیسی با کوروش English with .com خوش اومدید درس اول از کتاب Oxford Word Skills Intermediate I can talk about vocabulary learning میتونم راجع به یاد گرفتن واژگان و لغت ها صحبت کنم ببینیم قسمت ریدینگش چی میگه tips for reading when you're reading in a foreign language you should try to get the gist of the text وقتی دارید یه زبون فارن میخونید یه زبون خارجی میخونید سمت راست هم توضیح داده فارن یعنی from a country that is not your own a person is a foreigner پس فارن یه کشوری که مال شما نیست کشور دیگه است خارجی هم میشه چی؟ فارنر پس وقتی که شما دارید یه فارن لنگویج میخونید یه زبون دیگر رو میخونید باید سعی کنید که جست of the text رو معنی عمومی نه جز به جز اون متن رو بگیرید یاد بگیرید بفهمید گت کنید جست سمت راست رو ببینید The gist of something is the general meaning but not all the details جست یه چیزی معنی عمومی شه نه با جزئیات کامل Text The written part of a book Newspaper etc. اتسترا و غیره قسمت نوشتاری یک کتاب یک نیو، نیوزپیپر روزنامه و غیره پس وقتی شما دارید یه زبون خارجی رو میخونید باید سعی کنید که معنی کلی اون متن رو بفهمید You will meet vocabulary you don't recognize میت میکنی برخورد میکنی میبینی وکابیلره که recognize نکردی تا به حال recognize somebody or something means know who somebody is or what something is because you've seen or heard them before recognize یعنی تشخیص دادن شناختن متوجه شدن recognize somebody or something یعنی که شما یه نفری رو یا یه چیزی رو بشناسی یا متوجه بشی چون قبلا باهاش برخورد کردی قبلا دیدیش یا قبلا چیزی ازش شنیدی پس شما میت میکنی برخورد میکنی میبینی واژگانی که ریکگنایز نمیکنیشون نمیشناسیشون but you can often go through the text again اما دوباره میتونی go through کنی سمت راست رو ببینید read something carefully from beginning to end میتونی بری از بالا تا پایین از اول تا آخر متن رو کرفولی با دقت بخونی و یاد بگیری If so, try this. خب حالا ببینیم یه تست بکنیم امتحان بکنیم try بکنیم Identify the new words and phrases which seem to be important لغت ها و فریز هایی که به نظر میان سیم میان سیم به نظر میاد که مهم هستند رو identify کنید identify چی میگه سمت راست recognize something and decide what it is. تشخیصشون بدید متوجهشون بشید بفهمیدشون try to guess the meaning from the context guess کنید حدس بزنید give an answer to something Without being sure of the facts. Hats bezanit. Manisho as context, as umatn. Hats and or use the dictionary. Vaya as ye dictionary estafada it. Dovo, keep a record of the words in a notebook. You Keep a record of something. write something down to help you remember it اون رو بنویسید یاد داشتش بکنید توی دفتر and if possible اگه ممکنه make a note of any special information make a note کنید write something down quickly to help you remember it اونم یعنی یاد داشت وردارید make a note information های special رو اینفورمیشن ها اطلاعات خاصی از اون لغت واژه فریز رو یادداشت بکنید فور اگزامپل از دی ورد فورمال اور انفورمال لغت فرماله یا انفورمال از ایت یوز این ا پارتیکولر کایند اف کنستراکشن فور اگزامپل ا ورب دات از اوفن فالوود بای ا پرپوزیشن ببینید که اون واژه اون لغت جدید اون فریز مثلا یه ساختار پرتیکولر یه ساختار خاص داره ای جی یعنی for example ای مثلا یه فعلی هستش که حتما بعدش یک حرف اضافه یا پرپوزیشن خاص میاد اینا رو یادداشت کنید write a translation if you think it helps معنیشم یادداشت کنید اگه فکر میکنید بهتون کمک میکنه معنیش رو یادداشت بکنید Sometimes it isn't necessary که البته بعض موقع این لازم نیست که حتما معنیش رو هم بنویسید پس در کل اینجوری شده که وقتی که دارید یه متن به زبون خارجی رو به زبون دیگه ای رو میخونید سعی کنید که مفهوم کلیه معنی کلی اون متن رو به دست بیارید احتمالاً با واجه هایی که نمیشناسیدشون برخورد میکنید ولی میتونید با مرور کردن و خوندن متن از بالا تا از اول تا آخر با دقت بهش برسید اگه نتونستید این کارا رو بکنید لغت های جدید رو ایدنتیفای کنید فریزه های جدید رو مشخص کنید بشناسیدشون سعی کنید که معنیشون رو از روی متن حدس بزنید یا از یه دیکشنری استفاده بکنید یادداشت بکنید و اطلاعات خاص رو هم اطلاعات ویژه ای رو هم که معمولا همراهش هست رو یادداشت بکنید مثلا ببینید که این لغت فرمال هست یا این فرمال هست یه فعل خاصی هست که حتما یه حرف اضافه پشت سرش میاد ساختار خاصی داره اینها رو یادداشت بکنید و اگر هم فکر میکنید کمکتون میکنه یه معنی براش بنویسید در قسمت گلوسری سمت راست من تقریبا همه چی رو گفتم غیر از دو تیکه آخر construction the way words are used together in a sentence که همون جوری که گفتم نحوه چینش لغت ها در یک جمله کنار هم هست همون ساختار جمله و translation هم که همتون دیگه میدونید به معنی uh, a text that has been changed from one language into another مخنی که از یک زبون به یه زبون دیگه در واقع تغییر کرده و نوشته شد در قسمت اسپاتلایت در رابطه با فرمال داره صحبت میکنه میگه We use formal language to appear serious or official or sometimes when we don't know people well ما از فرمال لنگویج زبان رسمی برای اینکه بگیم یه چیزی جدی هست یا افیشال هست اداری هست رسمی هست استفاده میکنیم یا در برابر افرادی که تا حالا ندین دیدیمشون نمیشناسیمشون بابت احترامی که میخوایم بذاریمشون از لغات و واجه ها و عبارات فرمال استفاده میکنیم که متضادش میشه این خب 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 فکر میکنم که تونسته باشم متن رو کامل براتون ترجمه کرده باشم توضیحات رو داده باشم توی ویدیوی بعد حتما برای شما تمریناتی رو که مربوط به این قسمت هست انجام خواهم داد تمرین ها رو انجام میدیم حل میکنیم و سعی میکنیم که قدم به قدم پیش بریم تا کتاب اکسفورد ور سکیلز جلد اینترمیدییت و سطح اینترمیدییت رو خیلی خوب و عالی یاد بگیریم پس در ویدیوی بعد تمرینات مربوط به درس اول رو با هم خواهیم داشت من کوروش هستم انگلیسی با کوروش رو دنبال بکنید. englishwithkurosh.com تو ویدیوی بعد میبینم اتون.